بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی به مدیریت دیتابیس یک خوش آمدید. مسئولین گرامی، امروز هدف ما جلسه 42 در مورد امنیت اسکل سرور خصوصا دیتابیس لاگن است. مسئولین عزیز، تا جایی که می دانید مدیریت دیتابیس یکی از موضوعات اساسی و بسیار مهم در سطح ارگانیزیشن ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می باشه و در دیتابیس ها ما معمولا اطلاعات بسیار مهم و پر از اهمیت هم داشته باشیم. بینان در جلسات قبلی شیوه مدیریت بعضی از موضوعات اساسی دیتابیس ها بحث کردیم و حالی می رسیم بالای امنیت اسکل سرور خصوصا دیتابیس لاگین. بعد از فصل ششم، هفتم و هشتم که 3 فصل است، هدف اساسی در اینجا ایجاد امنیت در دیتابیس یا فراهم نمودن امنیت در سیستم های دیتابیس و سرور اسکل سرور می باشد. مثلا عزیز، به خاطر از اینکه ما بتانیم امنیت خوبتر دیتابیس بگیریم یا سرور اسکیول بگیریم، ما نیاز داریم که بعضی اصول ها، قوانین و پرنسپل ها و در آخر بعضی رول ها و نقش های را بالای اسکیول سرور و خصوصا بالای دیتابیس هایی که در اون اطلاعات موجود است باید وضع بکنیم. در اینجا ما در فصل ششم دیتابیس لاگین بس میکنیم که دیتابیس لاگین چی هست. پیش از اینکه دیتابیس لاگین بس بکنیم، میریم بالای اهمیت خود امنیت در اسکیول سرور یا در کل بگم امنیت خود دیتابیس ها را بس میکنیم که چی اهمیتی می داشته باشه و چگونه میتونیم که با کدام شیوه و کدام میکانیزم میتونیم که امنیت دیتا ها را و دیتابیس ها را بگیریم. در این فصل ما اهمیت امنیت در اسکیول سرور می خوانیم، مسئولیت مدیر دیتابیس در امنیت دیتابیس می خوانیم، امنیت اسکیول سرور که چطور امنیتش گرفته میشه و بعد از او اسکیول سرور پرمیژن یا مرسات صلاحیت هایی که اسکیول سرور برای یوزرها یا برای دیتابیس ها اجرا میکنه اونها رو مطالعه میکنیم، حالت های مختلف لاگین که بس اسکیول سرور وصل میشیم اونها بس میشن و نحوه ایجاد ملاگن ها یا شناسه های ورودی که در اسکیول سرور نیاز است اونها را ما متمورد مطالعه قرار میتیم و بعد از اون میریم بالای بعضی موضوعات اساسی دیگر در چپتر های 7 و 8. مثلا این عزیز، اهداف فصل ششم در مورد لاگن است که یعنی با تمام جزئیات با روش های لاگین در اسکیول سرور شما آشنایی پیدا میکنین و بعد از اینکه شما یک فصل تکمیل کردین، موارد امنیتی اسکیول سرور را باید تعریف بکنین که چی مواردی داشتن، حالت های مختلفی لاگین که به اسکیول سرور نیاز است اونها را باید تشریح بکنین، نحوه تغییر حالت ورود به سرور را تشریح میکنین که با چی مکانیزم ما میتونیم که داخل سرور شیم، همچنان به شکل عملی چطور میتونیم که لاگین ها را ایجاد بکنیم توسط SSMS و توسط کیوری و در آخر هم ما حذف و تغییر در لاگین با وجود که میایه اونها را بس میکنیم، به این معنی که چطور میتونیم لاگین ها را تغییر بدهیم یا حذفش با میکنیم و در آخر هم بعضی حالت های مختلفی که به اسکیول سرور وصل میشیم و اساس از اون میتونیم که ما خودمان حیث یک اوتورایز یوزر به اسکیول سرور معرفی بکنیم و از طریق از اون میتونیم که به سیستم اسکیول سرور وصل شویم. این در واقع اهداف فصل ششم شماست. اهمیت امنیت در اسکیول سرور چی میتونه باشه؟ مثلا از این امنیت دیتابیس یکی از مهمترین مواردی است که باید در نظر گرفت، به این معنی که ما اطلاعات خیلی مهم داشته باشیم و این اطلاعات اما بنیاد ارگانیزیشن، شرکت و نهادهای دولتی و خصوصی را نگهداری میکنن یا تشکیل میدن. بنابراین وقتی که ما بنیاد هر ارگانیزیشن اطلاعات میگیم یا سرمایه اساسی را اطلاعات و همو معلومات های خیلی مهم و ضروری میدانیم، باید امنیتی از اینها از طریق دیتابیس ها و از طریق سرورها در نظر گرفته شود.
امنیت داده‌ها نظر به سازمان‌ها و نیازها و یا نظر به سادگی و یا مخلق بودن از داده‌ها فرق میکنه. ما بعضی اوقات سازمان‌های بسیار خرد و کوچک می‌داشته باشیم، بعضی اوقات سازمان‌های بسیار بزرگ می‌داشته باشیم. در سازمان‌های کوچک ما معمولا داده‌های ساده و ساده موجود میباشه و استفادهش کم است، اما در سازمان‌های خیلی بزرگ و انترنشنال ما اطلاعات بسیار مغلق داریم و خیلی پیچیده هستند که چطور میتونیم که امنیت از اینا را در نظر بگیریم. بنابراین یکی از ابتداترین مورد امنیت در اسکویل سرور یا در دیتابیس ها سیستم اعتباردهی است. یعنی سیستم اعتباردهی در واقع عموم اوتنتیکیشن سیستم هاست که ما چطور میتونیم که سیستم اعتباردهی را ایجاد بکنیم. قبل از اینکه ما ورود به یک سیستم دیتابیس شویم، باید خود یک منحیص یک فرد اعتبار به اسکیول سرور معرفی بکنیم یا کردنشیل داشته باشیم که تا اینکه ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم و با مو اطلاعات یا دیتابیس هایی که نیاز است و با اساس پالیسی های امنیتی که برای از او دیتابیس در نظر گرفته شده ما بتونیم وصل شویم. یا به عباره دیگر، یک به طور مثال با استفاده از یک نام کاربر با یک رمز عبوری میتونیم که به سرور وصل شویم و خودش شناسایی سرور بکنیم و از طریق از اون میتونیم که به دیتابیس دسترسی داشته باشیم یا به اطلاعاتی که به دیتابیس هست به اونا دسترسی داشته باشیم. ورود به سیستم به نام لاگین یاد میکنن، یعنی پروسه یا مکانیزمی از اینکه ما بخوایم که به سیستم سرور وصل شویم، به دیتابیس سرور وصل شویم، همین پروسه را به نام سیستم لاگین یاد میکنن. یک پروسه اعتباردهی است که میتونیم که در اسکیول سرور استفاده کنیم. اما پروسه اعتباردهی یا پروسه لاگین در واقع برای یوزرها، برای کاربران از طریق اسکیول سرور بسیار ساده است. به این معنی که ما میتونیم بسیار به شکل ساده میتونیم که به اسکیول سرور دسترسی داشته باشیم و همچنان در واقع اینمی نام کاربری که شما منحیث یوزر نیم استفاده میکنین یا رمز عبور منحیث پاسپورت استفاده میکنین و خود اعتبار اوترایز میسازین یا خود منحیث یک شخصی که مجاز است به سیستم میسازین، اینو میتونیم توسط امی پروسه کردنشنیال یا پروسه لاگین میتونیم ایجاد بکنیم. بنابراین اعتبار یا کردنشنیال یا لاگین در واقع با استفاده از یوزرنیم، با استفاده از رمز عبور میتونیم که خود معرفی بکنیم. این در واقع اهمیت امنیت در اسکیول سرور است که با اساس از این ما میتونیم در واقع به اطلاعات خود دسترسی داشته باشیم. مسئولین عزیز، مسئولیت مدیر دیتابیس در امنیت دیتابیس چی میتونه باشد؟ ما یوزرهای مختلف با صلاحیت‌های مختلف در به خاطر دسترسی به اسکیول سرور یا دیتابیس سرور میداشته باشیم. ما معمولاً یوزرهای داریم که صلاحیت از اونا بسیار پایین است، یوزرهای داریم که صلاحیتشون خیلی بالا است. یعنی یوزرهای متفاوت با اساس صلاحیت از اونها میتونن داشته باشیم. یکی از یوزرهایی که خیلی بسیار پر اهمیت است در اسکیل سرور عبارت از دیتابیس ادمنستریتر است. دیتابیس ادمنستریتر در واقع مدیر دیتابیس است. مدیر دیتابیس در واقع عبارت از فردی است که دیتابیس ایجاد کرده و دیتابیس مدیریت میکنه و یک کنترل عمومی به خاطر مدیریت و ارائه خدمات از طریق اسکیول سرور را میداشته باشه. بنابراین وقتی که ما میخواییم که امنیت دیتابیس ایجاد بکنیم یا پالیسی های امنیتی را در دیتابیس ایجاد بکنیم، ما نیاز داریم که یک مدیر دیتابیس داشته باشیم و این مدیر دیتابیس در واقع میتونه که امی سیستم اعتباردهی را یا اعتبار لاگین، پروسه های لاگین، یوزر کردنشنل میتونه که ایجاد بکنه در اسکیول سرور و با اساس از ما میتونیم که وصل شویم. و همچنین یکی از مسئولیت های مدیر دیتابیس است که مشخص میکنه که کدام کاربرها یا کدام گروهی از کاربرها با کدام قسمتی از دیتابیس دسترسی داشته باشند. یعنی ما چندین مسئله می داشته باشیم که انشاءالله باز ما اونا را به شکل جزئیات بحث میکنیم. یکی پروسه اوتنتیکیشن یا اعتباردهی یا احراز هویت داریم که با استفاده از یوزرنیم و پاسورد میتونه که انجام شود.
اما یک پروسه دیگه پروسه سطح صلاحیت یا دسترسی بر منابع دیتابیس هاست که به نام اوتورایزیشن یا اوتورایزد یوزر یاد میکنن. اوتورایزیشن در واقع پروسه هایی است که ما برای هر یوزر پالیسی ها را به خاطر دسترسی یا به خاطر استفاده از سرویس ها یا منابع سرور ها خصوصا سرور اسکل سرور مشخص میکنیم که کدام یوزر ها یا کدام گروپی از یوزر ها بتوانند که در دیتابیس ما دسترسی داشته باشند. بنابراین اینا به نام اوتورایزیشن یاد میکنن. یکی از موضوعات دیگه در قسمت امنیت دیتابیس ها یا امنیت در کالبوگم عبارت از اکاونتینگ است. اکاونتینگ پروسه نظارت و تفتیش میگم. وقتی که ما از طریق پروسه های کردنشنیال یا اعتباردهی دسترسی افراد به سیستم ایجاد میکنیم و بعد برای از اون منابع را تخصیص میتیم، منابع را مشخص میکنیم، از طریق اوتورایزیشن مشخص میکنیم که به کدام دیتابیس دسترسی داشته باشند. و مرحله سوم مرحله اکاونتینگ یا پروسه های تراکینگ یا پروسه های ارزیابی چکینگ یا تفتیش نظارت هم میگن که ما وقتی که به هر فرد منابع را مشخص میکنیم باید چک بکنیم که از چقدر میتونه که از این منابع استفاده بکنه و از این منابع چقدر میتونه که سوء استفاده بکنه. بنابراین اکاونتینگ یکی از موضوعات اساسی دیگری از قسمت دیتابیس یا سیستم دیتابیس میتونه باشن. مثلا عزیز ما چی نوع صلاحیت یا اختیار دیتابیس را میتونیم داشته باشیم یا یوزرها چی نوع صلاحیت و چی نوع اختیار دیتابیس را میتونن داشته باشن. ما به خاطر از اینکه سیستم ما خراب نشه، سیستم ما با مشکل مواجه نشه یا تغییرات ناخواسته، تغییرات قصدی که سوء استفاده میشه در سیستم ما ایجاد نشه، ما یک تا صلاحیت ها و یک تا اختیارات دیتابیس به یوزر ها میدیم که یوزر ها مقید شوند یا به اساس امو پالیسی های امنیتی، به اساس امو لایحه وظایف خود مقید شوند تا ای که اونها مسئولیت پذیر باشن و افراد و اشخاص غیر مسئول نتوانند که به دیتابیس ما آسیب برسانند یا اینکه به دیتاهایی که مربوط به آنها نمیشود تغییرات ایجاد بکنند. ما هر فرد یک مجموعه از دیتابیس ها یا در یکی از دیتابیس ها و اطلاعات میتونیم دسترسیش بتیم، صلاحیت بندی بکنیم و همچنان پروسه های ارزیابی و تراکینگ ایجاد بکنیم به اساس از او بتونن که اینها یک مسئولیت خاص داشته باشند و نتوانن افراد غیر مجاز و آسیبی به دیتابیس برسانن و همچنان تغییراتی ناخواسته یا تغییراتی که مشکل ایجاد کرده اونها را ایجاد بکنن. بنابراین مثلا عزیز در اینجا نیاز میشه که ما امنیت اسکل سرور بگیریم. قسمی که شما در شکل داده شده مشاهده میکنین اینجا نحوه دسترسی یک کاربر را به اسکل سرور نشان میده که به چه شکل این یوزر میتونه که به سرور وصل شود. به خاطر از اینکه برای دسترسی یک کاربر بتونه دسترسی داشته باشه به سیستم، کاربر اول باید توسط یک برنامه با سرور متصل شود و بعد از او وارد سیستم شود. وقتی که وارد سیستم شد این کاربر میتونه که از دو راه اعتباردهی را ایجاد بکنه یا از دو طریق میتونه که احراز هویت انجام بدن. معمولا مثلا عزیز در اینجا کاربرها یا یوزرها دو میکانیزم یا دو شیوه یا دو روش به خاطر اتنتیکیشن یا به خاطر اعتبار یا کردنشنل در اسکل سرور استفاده میکنند. یا یکی از اعتبار سیستم عامل ویندوز یا ویندوز اتنتیکیشن استفاده میکنند یا یکی از راه اعتبار اسکل سرور که اسکل سرور اتنتیکیشن یا میتونن که استفاده بکنند. بنابراین یوزرهایی که از طریق سیستم عامل ویندوز اتنتیکیشن میکنند به این معنا که اونها با استفاده از یوزرنیم و پسوردی سیستم عامل ویندوز خود میتونن که اتنتیکیشن یا اعتباردهی را انجام بدن و خود حیث یک فرد مجاز در سیستم معرفی بکنن و میتونن از اسکل سرور یا از سرور استفاده بکنن و همچنان میتونن که با استفاده از لاگین ها یا یوزرنیم هایی که در
دیتابیس اسکل سرور یا در سرور اسکل سرور مشخص شده، میتونن از پروسه های از او میتونن استفاده بکنن، با استفاده از یوزرنیم و پاسورد های از اونها که در اسکل سرور موجود است استفاده بکنن و خودم دسترسی به دیتابیس داشته باشم. بنابراین مسئله عزیز، تا اینجا جلسه شما در مورد اهمیت امنیت در اسکل سرور بحث کردیم و تا جلسه بعدی انشاءالله ما موضوعات بعدی امنیتی اسکل سرور را بس میکنیم. خدا حافظ ناصرتان، روزتان خوش، بخیر باشین.